در ارتباط با آخرین واکنش‌های بین‌المللی پیرامون بحران افغانستان، همکارم افشار سیگارچی اینجا در استودیو با ما همراه شده. افشار، با تو هستیم. آریان، قبل از اینکه به واکنش‌هایی که هستش بپردازیم، از دقایقی پیش در مقر سازمان ملل شورای امنیت نشست اضطراری برقرار کرده و برگزار شده پیرامون بحث و مشکلاتی که در افغانستان اکنون در جریان. من میتونم اشاره کنم به اظهار نظر دبیرکل سازمان ملل آقای آنتونی گوترش، که ایشون گفتن که همه جهان وضع افغانستان رو به تماشا نشسته و ما به یک صدا از طالبان بخوایم که اوضاع حقوق بشر و حقوق شهروندی رو رعایت کنه. در به عنوان سخنران دوم، نماینده افغانستان در این نشست سخنرانی کردن و گفتن که من از جانب میلیون ها زن و دختر افغان صحبت می کنم که نقششان در حیات اجتماعی و سیاسی در معرض خطر و از جانب هزاران بیجا شده صحبت میکنم. ما در بخش‌های بعد این نشست همچنان ادامه داره، در بخش‌های بعد بیشتر با هم میپردازیم. اما پیش از اون، در واقع پس از تصرف کابل توسط طالبان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده بود که در واقع گفته بود که نمیتونیم و نباید مردم افغانستان رو رها کنیم و گفته بود که شبه نظامی طالبان از همه و همه گروه‌های درگیر میخوام که از محافظت از جان شهروندان نهایت خویشتنداری رو به خرج بدم. در اروپا اما جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم خواستار تامین امنیت و حفاظت از جان انسان‌ها در افغانستان شد و گفته که مردم این کشور سزاوار زندگی با امنیت و منزلت هستند. ایشون در ادامه گفتن که جامعه جهانی از همه طرف‌ها در افغانستان می‌خواهد که خروج ایمن اتباع خارجی و آن دست از افغان‌ها را که مایل به ترک کشورشون هستند تسهیل کنند. در واکنش دیگری، آنگلا مرکل صدر اعظم، البته اینم اضافه کنم، آقای بورل در توییت گفته که فردا قراره که در واقع وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشستی داشته باشند در این ارتباط. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم وضعیت افغانستان را تلخ توصیف کرده و گفته که تحولات افغانستان برای تمامی افرادی که در مسیر آزادی این کشور و بهبود وضعیت زنان آن تلاش کردند بسیار تلخ هستش. خانم مرکل وعده داده که تمام تلاش خودشون رو برای حمایت از افرادی که قصد ترک افغانستان رو دارن انجام بدن. این بحث پناه دادن به پناهجویان و افرادی که آواره شدن و تلاش میکنن که از افغانستان خارج بشن در واکنش بسیار از مقامات هستش. در ادامه هم میتونم اشاره بکنم به جاسیندا آردن، نخست وزیر ایرلند، که ایشون هم به بحث حقوق زنان اشاره کرده و از طرف خواستار این شده که فضای فراهم بشه که آنهایی که میخوان از افغانستان خارج بشن بتونن این شرایط براشون تسهیل بشه. برگردیم به کشورهایی مثل روسیه یا چین که یه مقدار برای موازهشون متفاوت بوده. وزارت خارجه چین اعلام کرده که آماده گسترش روابط دوستانه با افغانستان هستش. خانم هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفته که طالبان بارها به امیدواری کرده که روابط خوبی با چین داشته و در انتظار همکاری چین در بازسازی و توسعه افغانستان هستش. میتونه در واکنش بعدی روسیه هستش که به نوعی گفتن که روسیه تاکید کرده که ایران، روسیه و چین و پاکستان کشورهایی هستن که میتونن در آینده افغانستان نقش داشته باشم. از طرفی از این دیپلمات روس هم نقش شده که احتمالاً فردا سفیر روسیه در افغانستان با طالبان دیدار میکنه. وزیر خارجه قطر هم واکنش داشته، ملا یوسفزای، که خودشه که از قربانیان در واقع اقدامات تروریستی طالبان بودم، واکنش داشته که زمان محدوده، من در بخش‌های بعد با سعی میکنم که آخرین ها رو با شما در میون بذارم.